آیین رازآمیز مهر. اگر خورشید بر نیاید، هر آینه دیوان خواهند گرفت هر آنچه که در هفت کشور زمین است. این گفتار شایسته نگرش از یک دفتر باز مانده از میراث ادب باستانی ایران زمین، از نقش شگفت‌انگیز خورشید در باورهای طبیعتگرای ایرانیان باستان سخن می‌گوید. آنان در سرماها و زمستانهای بلند و جانکاه فلات ایران، این ستاره کهکشان راه شیری را با پرتوهای نورانیش که برایشان نیروی از نور و گرما به ارمغان می آورد، ستایش و نیایش می کردند. و این باور دیرینی آدمی در روند هزاره ها، این ستاره درخشنده و نیروبخش را به برترین نماد یک آیین نمادگرا، رازآمیز و ستایش برانگیز در اندیشه های آریایی دگرگون ساخت. آیین بسیار دیرینه و پر رمز و رازی که پیروانش ایزدی با نام میترا یا مهر را ستایش می کردند و خود را پیرو آیین او می دانستند و او را نمادی از خورشید و گاه همان خورشید می پنداشتند. کهن‌ترین نوشتاری که از این خدای باستانی نام برده است، در تابستان 1906 میلادی کشف شد. باستانشناسان آلمانی در کاپاتوکای بوغازکوی در 150 کیلومتری خورایان یا همان شرق آنکارا به 10,000 خشت نوشته به زبان هیتی و به خط میخی دست یافتند که وابسته به سده 4 پیش از میلاد مسیح بود. در یکی از این سنگ نبشته ها که بیانگر پیمانی میان هیتی ها و میتانی هاست، از میترا و وارونا، دو ایزد بزرگ آریایی، یاری خواسته شده است. در این نوشته نیز از پایداری پیمان و نگهبانی از پیمان به وسیله ایزد مهر که از خیشکاری های برجسته اوست سخن به میان آمده است. آیینی که در این برنامه از آن سخن می‌گوییم، رفته رفته و در روند هزارها به گونه‌ای سازماندهی دست یافت که به یاری آن پیروانش توانستند با هماهنگی و کارآمدی بیشتری در راه آرمان‌ها و خواست‌های مهرآمیز آن گام بردارند. مهریان برای گرد همایی‌ها و دیدارهای گروهی با یکدیگر، بهترین و گرامی ترین جایگاه را نیایشگاه آیین مهر می دانستند که در آن ستایش و گرامی داشت مهر و خورشید به جای آورده می شد و ما امروزه این نیایشگاه را مهرابه یا مهرکده می نامیم. ساختمان مهرابه دارای یک ورودی و دهلیز بود که به 3 راهرو می رسید. راهرو یا تالار روبرویی بزرگتر بوده و تالار کانونی مهرابه به شمار می رفت. 2 راهرویی که در 2 سوی چپ و راست دیده می شدند، تنگتر و آسمانه یا سقف آنها نیز کوتاه‌تر بود.
در دو سوی تالار بزرگ نیز نیمکت‌های سنگی جای می‌گرفتند. روشنایی محرابه از روزنه‌های کوچک سقف و یا پنجره‌های باریک برمی‌آمد، به گونه‌ای که پهنه محرابه کمی تاریک می‌نمود. در آن میان گودی اندکی در دیوار تالار بزرگ دیده می‌شد که نگاره مهر یا پیکره او را به هنگام کشتن یک گاو نشان می‌داد. در دو سوی مهر که به چهره آدمیان برای قربانی گاو بر گردن جانور نشسته، دو انسان دیگر ایستاده و مشعل در دست، همچون مهربانانی که از مهر نگهبانی می کنند دیده می شوند. از جایی که خنجر مهر بر گردن گاو فرود آمده، خونی روان است که سگی و ماری آن را می لیسند و به همراه کلاغی که از سوی خورشید خیشکاری قربانی گاو را بر دوش مهر نهاده، از یاران او به شمار می روند. اما در زیر بدن گاو نیز کژدمی در حال نیش زدن بیضه آن است و شیره اهریمنی را به تخمهای جانور که نشانه های زایندگی او و نمادی از زمین و باروری آن در آفرینش گیتی است می ریزد. در اینجا نباید فراموش کرد که این نگاره که به نگاره مهر در حال قربانی گاو یا مهر گاووژن نامدار است، برانگیزنده ترین و گویاترین بیان هنری این کیش است که انگیزه هایی از جهان بینی ها و ویژگی هایی از کیهان نگری های وابسته این آیین را بازگو می کند. در دهه های گذشته، گزارش ها و برداشت های گوناگون عرفانی و اخترشماری فراوانی از این نگاره انجام شده که برای آگاهی بیشتر از آنها می توان به پژوهش های ارزشمندی که در این باره نوشته شده نگریست. مهریان تندیس بسیار زیبا و هنرمندانه‌ای با چهره مهر در حال قربانی کردن گاو بر روی سنگ مرمر می تراشیدند که امروزه نمونه های یافت شده آنها آراینده بسیاری از موزه های اروپا به ویژه موزه واتیکان در ایتالیا هستند. اولان که به طور کلی بسیاری از رازهایی که در این آیین وجود داره هنوز آشکار نشده. دوم آن که اگر کسی آنها را بداند هم آشکار نمی کند. اما چرا؟ این یک چرای بزرگ در طول تاریخ است.
که چرا. بسیاری بر این باورند که آیین میترایی آیین حقیقت بوده است، آیین حقیقت کیهان و هستی بوده است. این آیین بعدها به صورتهای گوناگون تحریف شده و امروز در لایه‌هایی از راز و پوشیدگی پنهان است. آیین میترا یکی از نخستین آیین‌ها و دین‌هایی بوده است که در کره زمین به وجود می‌آید. نخستین مردمانی که از این آیین نام می‌برند مردمان هندو اروپایی و هندو اروپاییان شرقی یا هندو ایرانیان هستند. مردمان هندو ایرانی یا آریایی هر یک به گونه خود به میترا اشاره می کنند. در کتاب باستانی هندوان، در کتاب‌های باستانی به زبان سانسکریت و زبان‌های کهن آریایی، نام میترا همواره با وارونا آمده است و الهه است هندو. در کتاب اوستا نیز میترا به گونه میترا از آن یاد شده است، به گونه‌ای که بخشی از اوستا رو ما به نام مهریشت یا میترایشت اوستا داریم که در آن از این ایزد، از خیشکاری‌هایش و از ویژگی‌های این ایزد سخن به میان آمده است. آیین میترایی تا آنجایی که مربوط به بخش ایرانی و رومیان می شود شامل دو سیر تحول است. ما یک آیین میترایی و مهر کهن را داریم که در میان اقوام هندو اروپایی شرقی وجود داشته است. در این آیین مهر یک ایزدی بوده است که همان گونه که در مهریشت آمده ویژگی های آن ذکر شده است، ایزدی که روشنایی و در واقع نور پیش از طلوع خورشید است، رنگ سرخ فامی که پیش از برآمدن خورشید می درخشد، ایزدی که دارای چراگاه های فراوان است، ایزدی که هزاران گوش و چشم دارد که کنایه از آن است که بر همه چیز آگاه است. این بخش هایی از الهیات و خداشناسی دین میترایی باستان است. این دین باستانی بسیار مهم است که از دوران در واقع برنز تا دوران آهن اثرات اون باقی مانده است. از نظر زمانی شاید از حدود 5000 سال پیش نشانه هایی از میترا و از صلیب شکسته میترا که سمبولی از اوست و همواره با اوست در میان تمدن های گوناگون هند و اروپایی، چه شرقی آن هند و ایرانی و چه غربی آن در اروپا، در تمدن دانوب، در تمدن تریپولسک ایلی تریپیلسک سیویلیزاسیا، تمدن تریپول و در تمدن‌های دیگری که ما در اروپا باستان می‌بینیم، در دوران آغازین برنز می‌بینیم، نشانه‌های از میترا به کار رفته و در همچنین تمدن‌های ایرانی در کشفیاتی که آقای ویکتور ایوانوویچ سریانی در آسیای میانه در ایریا و ایجا ایرانویچ یا سرزمین نخستین آریایان کردند، نشانه های از میترا، خیشکاری های او، نشانه های او، سمبول های او وجود دارد. این آیین باستانی تا دوران هخامنشیان امتداد داشته است. در دوران مادها، مغان مادی که یکی از 7 طایفه مادی بودند، از مغان میترایی بودند. لفظ مغ، لفظی است میترایی و با موبد یا مگوپت که مغان زرتشتی بودند تفاوت دارد. ایرانیان باستان بر آن باور بودند که در شب چله یا همان بلندترین شب سال که به زبان سوریانی یلدا به معنای زایش و
و در زبانهای اروپایی نوئل از ریشه واژه ناتالیس در لاتین و باز به همان معنای زایش بود، صخره‌ای بزرگ از سوی نور خورشید آبستن می‌گردد و مهر از دل کوهی زاده می‌شود. او کلاهی بر سر و مشعلی در دست دارد. مهر با برگ درختان انجیر خود را می پوشاند و از میوه های آن خورده و تنومند می گردد. او هم نمادی از حلول و پدیدایی بق خورشید در تن آدمی بر روی زمین و هم فرستاده و پیامبری از سوی او نمایان می شده است. او را در بیشتر نگاره ها با حاله ای از نور به گرد سرش نشان می دادند که گویای این وابستگی میان مهر و خورشید بود، آیینی که در دینهای دیگر پس از او ناآگاهانه تکرار شد. او پس از فرود بر روی زمین از سوی خورشید پیامی را دریافت می کند که به وسیله کلاغ به او بازگو می شود. مهر گاوی را گرفته و با خود به غار می برد. او گاو را زمین زده و بر پشتش می نشیند و با خنجر کتف گاو را می برد و آن را قربانی می کند. چنان که گفتیم، سگ به نشانی پاسداری و مار به نشانی زندگی برای لیسیدن خون گاو می آیند و کژدم نیز بیضه گاو را نیش می زند تا نطفه‌اش را به سمی اهریمنی آلوده سازد. اما نطفه گاو در کره درخشان ماه ریخته و در آن پاک می گردد. سپس آن نطفه به شکل جانوران سودمند بر روی زمین گسترده می شود. از زخم گاو سه خوشه گندم و یک نهال تاک می روید. مهر خون گاو را بر روی زمین ریخته و از آن نوروز و رستاخیز پدید می آید. سپس او سوار بر اسب تاخته به سمت صخره‌ای تیر پرتاب کرده و از آن آب زندگانی می جوشد. او همچنین جانوران گوناگون را شکار می کند و این گونه است که مهر نبرز یا میترای شکست ناپذیر نام می گیرد. مهر در واپسین روز زندگی زمینی خود به همراه خورشید میهمانی بزرگی فراهم می سازند که در آن پیروانش نیز دیده می شود. در این شب پایانی گوشت، خون گاو، نان و شراب خورده می شود. پس از میهمانی مهر سوار بر عرابی مینوی خورشید شده و به آسمان ها پرواز می کند. پیروان مهر بر این باورند که در پایان گیتی آتشی بزرگ تمام جهان را در بر می‌گیرد و تنها آنان که به مهر وفادار بوده اند از آن آتش آسوده خواهند بود. بازخوانی داستان‌های مهری که پیشتر از آنها آگاه شدیم، گروهی از دانشمندان مهر پژوه ایرانی که پیشرو آنها را استاد زنده یاد ذبیح بهروز و شادروان دکتر محمد مقدم دانستند، به بازگشایی یک چهره فراموش شده تاریخی و گم شده در پشت یک سونگری های سخت اندیشان تاریخ واداشته است. آنان با بررسی گفتارهای فراموش شده و کنار هم نهادن گوشه های تاریک و بیپاسخی از تاریخ ایران باستان چنین دریافتند که سده ها پس از کمرنگی کیش مهری که پیش از زرتشت در ایران زمین روایی داشته است، بار دیگر به هنگام اشکانیان یک چهره تاریخی با نام مهر سوشیانس برای رهانندگی و زندگری دوباره آیین فراموش شده مهریان پدیدار می گردد. رشد و گسترش شتابان آن دین در گیتی با پدیدایی پیامبر تاریخی مهر به ویژه در خواستگاه خود ایران و سپس در اروپا، چنان فرمان روایان مسیحی اروپایی
و پادشاهان زرتشتی ساسانی و موبدان سخت‌اندیش ساسانی را دچار هراس ساخته بود که با نیرویی هرچه بیشتر به پیگرد، سرکوب و پادفره یا مجازات پیروان آن دین و برچیدن هر گونه نشان و نمادی از آن دین و پیامبر آن پرداختند و هر جا که نتوانستند نمادها و آیین‌ها و ارزش‌های آن دین را نابود کنند، آنها را با نام‌های دیگر وارد دین‌های خود کردند. بسیارند دانشمندانی که شخصیت عیسی مسیح تاریخی را باور ندارند و آن را برابر مسیحی شده پیامبر مهر می دانند. چنین است آیین‌های دیگر مسیحی که یک به یک تقلیدی از آیین‌های مهری اند که شرح آن در این مستند سپستر می آید. در دوران اشکانیان، در زمان اشکانیان، ما یک نوع نوینی از میترائینز را میبینیم. خود طایفه سکایی های شرقی ایرانی که نامشان اشکانیان است، اینها طایفه میترائی بودند. اینها بر در واقع تغییرات و اصلاحاتی که زرتشت انجام داد روی اینها تاثیر نگذاشته بوده است. اشک که معرب آن عشق است، از ریشه اشکای اوستا و ایسکا اوستایی می آید. اسکای اوستایی می آید، یعنی خواستن و تمایل شدید و عشق شدید. همان است که در انگلیسی اسک انگلیسی از اون می آید، از آن ریشه می آید، و در روسی ایسک از همان ریشه است. در دوران اشکانیان به خاطر جنگ هایی که میگویند میان ایران و روم بوده است، آیین اشکانی به روم باستان نیز می رود و در آنجا در پانتئون روم و در ایزدان گوناگونی که به افتخارشان در روم باستان در واقع عبادتگاه ساخته می شده است، پرستشگاه ساخته می شده است، میترا در دوره ای از زمان به گل سرسبد این ایزدان تبدیل می شود و به مهمترین ایزد تبدیل می شود، تا جایی که برخی از امپراتوران روم می خواستند که میترائیزم را دین رسمی امپراتوری روم بکنند. اما در این میان یک پیرو و آیین مهر به راستی چه کسی بود؟ پیرو آیین مهر در سازوکارهای وابسته به این آیین در آغاز میباید شایستگی و دلاوری خود را در روند آزمایش هایی سخت و جانکاه می آزمود. سختی و دشواری این آزمون ها چنان بوده که برخی از یافته ها نشانه هایی از خابیدن نوآموز در گور، شناهای جانفرسا، نبرد با گاو، تاب آوردن گرسنگی های بسیار و یا ماندن در آب یخ زده را به همراه دارند. کسی که خواهان پیوستن به کیش مهر بود، می بایست آزمایش های گفته شده را که اندیشمندان و مغان مهری در 7 گام برنامه ریزی کرده بودند، از نخستین تا 7مین پله با پیروزی پشت سر می گذاشت. نام هر یک از پایه های یاد شده، یکی پس از دیگری چنین بودند: پایه نخست کلاغ، دوم پوشیده، سومین سرباز، چهارمین شیر، پنجم پارسی، ششم خورشید و 7مین و آخرین آزمایش و پایه نیز پدر نام داشت. همچنان که از نام این کیش باستانی پیداست، پیروان این آیین میباید الگویی برجسته از مهربانی و مهرورزی و جوانمردی و راستی و رادی در هازمان یا جامعه خود میبودند. به همین انگیزه در نخستین گام که کلاغ نام داشت، پیرو نوپا و نورسیده آیین میباید گوشه ای از فروتنی و از خودگذشتگی را میاموخت که همان پیشکاری او در مهرکده یا مهرابه برای پذیرایی از دیگر یاران و همکیشان خود به شمار میرفت.
در حقیقت کلاغ که پایین ترین جایگاه را در آیین مهر به دوش داشت، بر اساس آنچه که هنر مهری بازگو می کند، نقش پیک خورشید را نیز بازی می کرد که پیام ویژه‌ای را برای مهر بر روی زمین می آورد. و اما دومین پایه مهری، نامزد به چم برگزیده و یا پوشیده نام داشت که گویا نشان از یادگیری پرده پوشی در آموزه های مهری یا همان رازداری و رمزآمیزی انجمنهای پنهان آن دارد و نو آموز مهری در آن رازداری و آشکار نکردن رمزهای این آیین را می آموخت که خود یک خیشکاری برجسته و یکی از بایستگی های آن و دیگر آیین های عرفانی و انجمن های سری پس از آن در جهان باستان به شمار می رود و یادآورنده سروده هایی از خواجه حافظ شیرازی است که می فرماید در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. یا به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و بگفت راز پوشیدن. پویندگان این پایه همچنین به گونه این نمادین با پنهان کردن خود در پوششی از شناخت دیگران خود را برکنار می کردند. آنان برای برگزاری چنین رفتار آموزنده‌ای به برگزاری نمایش‌هایی همسو با این اندیشه می پرداختند. سومین پایه مهری سرباز نامیده می شد که نخستین نماد از جنگاوری و خشم مهر بود که گاه با پاجنام شکست ناپذیر نیز خوانده می شد و همواره برای پاسداری از پیمان میان پیروان و آسودگی مردمان با چشمانی هوشیار گیتی را می پاییده و مرزهای آیین مهر و به ویژه ایران زمین را از تک دروغان دور می ساخت. پس از آن چهارمین جایگاه که از گرامی ترین پایه های مهری به شمار می رفت، شیرمرد یا آتش نام داشت که ویژه دارندگان ورزیدگی های روانی، شایستگی های اخلاقی و هوشمندی های بایسته مهرآیینی بود. اما یکی از خیشکاری های برجسته آنان در واپسین روز فرجام گیتی روی می داد. این روز در جهانبینی های ایرانی فرش کرد نام دارد و در آن نیکان و بدان گیتی در رویاروی هم تیغ می کشند و لشکرکشی می کنند تا سرنوشت فرجامین جهان را آشکار سازند. شیر در هنر مهری به همراه دو جانور سگ و مار از همراهان همواره و پیوسته میتراست و تاریخ و عرفان ایرانی شیرمردان فراوانی را با این پاجنام به یاد دارد. واژه پارسی نام پنجمین گذری بود که پیرو و آیین مهر با گذر از آن به رشد و بالندگی دوچندانی از دریافت و درک این آیین نمادین دست می‌یافت. مهریانی که در این جایگاه پای می‌گذاشتند، در آیینی کنایه‌ای و نمادین دستان خود را با عسل می‌آمیختند و گونه‌ای از کلاه سرشکسته را که بومی سرزمین‌های آریایی است و پیشکشی نمادین از سوی مهر به آنان بود، بر سر می‌گذاشتند که سپس‌تر کلاه فریگی نام گرفت. رنگ این کلاه در نگاره‌های مهری بیشتر سرخ رنگ است که خود نشان از آیین مهر داشت، چرا که سرخی رنگ برگزیده مهریان بود و پیشوایان کاتولیک نیز در پی همین روند هنگام آیین‌های دینی خود پوشش سرخ به تن می‌کنند و کاردینال ها کلاهی بر سر می گذارند که میترا نام دارد. گویا بزرگترین دلبستگی مهریان به رنگ سرخ برای یادآوری سرخی آسمان بامدادی پیش از برآمدن آفتاب بود که آن هنگام را
جلوگاه ایزدی مهر می دانستند و نیز پیش از برآمدن خورشید به سوی خرایان یا شرق می ایستادند و مهر را نیایش می کردند. ششمین جایگاه و پایه مهردینان پیک خورشید یا تنها واژه خورشید نام داشته که خود پرکاربردترین نام و پاجنام مهر نیز به شمار می رفته است و در نگاره های مهری با یک تازیانه، یک مشعل و یک هلال و یا نیمتاج پرتودار دیده می شد که دو سوی آن دارای نواری برای بستن به گردن و نگه داشتن حالی پرتودار بر روی سر بود که یادآور دیهیم یا همان کلاه ویژه جنگاوران ایرانی و شیرمردان دلیر است. برجسته‌ترین و بالاترین جایگاه مینوی و زمینی آیین مهر همانا هفتمین و آخرین پایه است که پدر یا پیر نام گرفته است. پاپ که خود جایگاهی در آیین کلیسایی و درست به مانا یا معنی پدر است، نشان از هفتمین جایگاه مهریان دارند که اینک پس از گذشت هزاره ها بازتاب آن در دیگر آیین ها و اندیشه های جهان بایسته بازنمایی است.